عزیزان گرامی، سلام و وقتان بخیر. خدا کنه صحتمند باشین. به ادامه گزارش قلعه کاشف خوش آمدین. بیاین با هم ببینیم که در ادامه گزارش با کدام جاها و با کدام منطقه های قلعه کاشف شما آشنا میشین. سرکارم می شویند و جویشان هم کاملا پاک، کثیف نیست، جوی بند نیست. خانه هم خوب، خانه قدیمی است. شما تصویر خانه رو ببینید، خانه دستکایش هم لم کرده، حتی کلیکینا یا ورسی هایش هم معلوم میشه که بیشتر از 50 سال قدامت داره. اینی کوچه میره به طرف کجا؟ به طرف دیاربان قرغه. شما اینجا یک میدانی بود، حالا مست اینجا میدانی در این طرف؟ نه، خانه جور شده. اونجا یک زیارت هم هست نه؟ یک زیارت هم هست اونجا؟ آه بله، خیلی مقال آه در اونجا یک زیارت آه دیدم. اینجا در حقیقت همون مرکز قلعه کاشف است. به این کم پیشتر ما از سمت شرق آمدیم، از سمت چارای قنبر و یا از سمت سرک 40 متری چارای قنبر آمدیم. به این طرف این سرک به طرف غرب رفته، دورتر فکر میکنم معلوم نمیشه بازار کمپنیس، جایی که ایستگاه قریه های مختلف کمپنی در امو قسمت آخر از مارا را بند نکنیم. و این کوچه که رفته به طرف دیاربان قرغه رفته، سابق فقط مکتب قلعه کاشف بود و مکتب دیاربان قرغه بود. بیشتر مردم قلعه کاشف از امی را می رفتن به مکتب دیاربان قرغه و بیشتر زمین ها هم دمی سمت بود. من هم میفهم کل او زمین ها باقی مانده نمانده، زمین هست نیست. این دو خانه خیلی قدیمی است که تا هنوز برای علاوه از اینکه چپه نشده تا هنوز ترمیم هم نشده. حتی شما دیوارایش هم میبینید که سنج کار گرفته شده، یعنی چوکات هایش تمامش چوب است، اسکلت بندیش چوب است. اما اینی سرک ماند، به این سرک هم میریم که به طرف جنوب رفته. یک کوچه خیلی خامه بود، این طرف هم باغ بود، این طرف هم باغ بود. این باغ در موالت اصلیش باقی مانده، صرف تغییر ای آمده که اونمو دیوارای قدیمی را معلوم میشه خشتای قدیمی هست، یک مقدارم پخصه کار شده رویش. از این من نمیفهم از نگاه ساختمانی چی میگن، این سنگ میده یا کرش با سمت مکس، یک اندازه مدرن تر ساخته، باز هم از بین رفته و خراب شده. کمی وقت ما پیشتر میریم، دو مسجد هست، یکی مسجد زمستانی، یکی مسجد تابستانی، که در زمستان در مسجد خرد یا مسجد که آفتاب داشت یا افتاورخ از مردم قریه قلعه کاشف، اونجا هم نماز میخوندن و هم طفلک ها برای درس خواندن میرفتن. و مسجد دیگه که تابستانی بود، اون مسجد یک اندازه سرد بود. اگر اشتباه نکنم اینی مسجد تابستانی بود یک زمانه.
به ایالتی که شما مسجد فعلا میبینین این قسم نبود. این مسجد تازه اعمار شده. مسجد قدیمی را فکر میکنم شهید ساختن. دوباره پس از تعداد به گونه میاری در دو منزل و تاکه هم داره نه؟ یک تاکه و دو منزل دوباره اعمار شد این مسجد که آل تعداد زیاده کسانی که در این منطقه زندگی میکنن در نمازهای جمعه و نماز عیدین میاین و بمون مسائل مذهبی میپردازن. خب یک دفعه تا اینجا میریم دوباره باز میشه بر بگردیم و بریم به طرف مسجد زمستانی. همین زمستانی تابستانی اگر از من اشتباه شده بود شمایی که بلد هستین لطفا مرا راهنمایی بکنین، مرا ببخشین. استاد خبری راست را مکوی که زدن تا خبری که هم آفرین. اینی کوچه هم به طرف ایستگاه قلعه کاشف رفته که به سرک کمپانی وصل شده و یا این راه را مگر تعقیب بکنین شما میتونین به کجا برین؟ به چاره قنبر این راه همچنان رفته. بیاین که بالاتر بریم. دوست سکوی دلتا سلام. وعلیکم سلام. کالی دیم سنت طریقه در چنگه؟ و خلق خوامده سنت طریقه و اینو زنه پیگم ریختی ها در خبر کنه؟ و دا لوی قدی خود چی دید دا نبی علیه سلام سنت دی دا باید لوی قدی خلق بوکی دیر که تاسو چی کوی دلتا؟ مونگا دلتا درس وایی درس وایی مدرسه دا دلتا؟ و دلتا مدرسه دا لکم ساعت نه تر کم ساعت پوری درس وایی؟ مونگا دا سهار وقتی چی جگی گلو جمعی نسخه و روسته تر لسنیم و بجو پوری دی ورازی مونگا درس وایی بیا لاغه سخه و روسته مخوف کو خوب بیا تر دشپی ورازی هم دلتا یاستی؟ و کور مو چیرده؟ کور میدان وردگو که میدان وردگو که دیر که دیر تراسی سو گرو دا مسجد خو مسجد جامعه و مدرسه زید نها ابن ثابت و شما تصویرهای مسجد ببینین؟ من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اینی خانه مربوط به حاجی صاحب غلام غوث است. پیجنه ای تاسو؟ حاجی صاحب غلام غوث پیجنه ای؟ دقیقه ارور ده؟ ارور ایچه نو میگه؟ میریم؟ اما صرف این تعمیر یک بار دیگه شما ببینید این تعمیر هم مربوط به حاجی صاحب غلام ایشان است، برادر حاجی صاحب غلام غوث، یکی از سران قریه قلعه کاشف هستند و بسیار یک انسان شریف، یک انسان نیک، کسی که همیشه در کارهای خیر مردم سهم داشته و این خانه خیلی خانه قدیمی است. حتی دروازه شما میبینین تا مو چنگکاش هم معلوم میشه که قدیمی است. اینی خانه و اینی دروازه زیاد قدیمی است.
اگر اشتباه نکنم اینمی خانه از خانه آجی صاحب غلام غوث است. اینا با آجی عزیز الله کسی که خیلی زمیندار بود در قلعه کاشف، کدام نمیفهم برادرشان از اینا برادرزادهشان است، اما تو یک قرابت دارند. بدون شک در یک قریه کسانی که زندگی میکردن در گذشته با یکی دیگه خود داد و گرفت داشتن، حتما یک ارتباط داشتن. ای که رابطه از اینا چه قسم است من نمیفهمم زیاد، اما مقدر میفهم خویشاوندی دارن. این کوچه ای که به طرف سرک کمتنی برآمده این خانه های قدیم است. من بسیار بلد هستم در این منطقه. اینی خانه یکی از مدیران سابقه دار یا یکی از مدیران سابق وزارت زراعت است، مدیر صاحب پایندگل. مدیر صاحب پایندگل خانهش اینجاست، یک خانه دیگهش در وطن است، یک خانهش اینجاست که فعلا فکر میکنم فرزندهش اینجا زندگی میکنن، یعنی از همون سابقه و قدیما اینجا خانه داشتن. ببینین که دیوارایش حتی به مالت قدیمیش باقی مانده. معلوم میشه که یک اعلان شانم بکنیم که بچهشان از حتما سالن خیاطی رحمت الله اوریا منتقل است به شاور اقسم یک خانه. و اینی ایجا مدرسه سیاسراست. خب سابق مسجد زمستانی بود، بخاطر اینجا خرد است، گرمی بود همیشه، داخل تاکوش است. اینجا چوب خانه می بود، چوب خانه است، یعنی مواد سوخت همیشه نگهداری میکردن. و این مسجد خیلی زود گرمی آمد بخاطر که خرد بود و ریش سفیدایی که اینجا می آمدن نماز می خواندن یک تعدادشان هم یاده من تا حد آشنایی داشتم، اما امی لحظه از ذهن من فرار کردن. این فهم این خانه هم خانه قدیمی است، با یه همسایه هم من کم آشنایی دارم. وقت شما بیشتر میریم اینجا یک میدانی بود اگر اشتباه نکنم. اینجا کدام میدانی بود؟ اینقدر تنگ نبود این کوچه. این کوچه ها سمت یا کنکریت نبود او زمان، حدودا 20 سال 15 سال پیش میگم بودن. اینجا یک میدانی خیلی کلان بود که حال او میدانی دیگر وجود نداره، تمامش خانه ما شده. خب من فکر میکنم همقدر کافی است تا اینجا. اگر شما علاقه مندی به این داشتین که ما همین کوچه ها را ادامه بتیم، بریم به سمت سرک، بریم به سمت دیاربان قرغه، و یا دیگه هم میگین که داخل کوچه های مختلف قلعه کاشف شویم، حتما به ما کامنت بکنین در صفحه یوتیوب ما. ما انشالله که بخواست شما گزارش خود را آماده میکنیم. خواهشی که دارم از شما عزیزا این است که لطفاً کم بنویسین، اما بنویسین خاطراتتان را، نظرتان را، انتقادتان را، پیشنهادتان را با ما شریک بسازید. درست وعده ما امی است. تا یک بار دیگر که بازم خدمت ناظر میشویم، روزگار خوش نصیبتان.
تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.